اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان، وقوع یک زمین لرزه در افغانستان، اسناد امریکا از ضد حمله اوکراین و روسیه فاش شد. سلام و درود. امروز یک شنبه 9 اپریل 2023 میلادی مصادف است به 20 حمل سال 1402 هجری شمسی. با من روزی اختری به سرویس خبرهای افغانستان و جهان در تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس خوش آمدید. جوزف بورال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنار سایر دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های بین المللی صدای خود را بلند کرده و از گروه طالبان خواست که محدودیت کار زنان در دفاتر سازمان ملل را لغو کنند. در یک اعلامیه که بر روز جمعه از سوی دفتر روابط عامه شورای اتحادیه اروپا به نشر رسید، آقای بورال به نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا گفته است که از این موضوع بسیار شوکه شده است که این محدودیت از سوی گروه طالبان با کمک های بشردوستانه با بخش بزرگی از مردم افغانستان آسیب می رساند. قرار است 4 نشست وزرای امور خارجه کشورهای همسایه افغانستان در 13 اپریل در شهر سمرقند ازبکستان برگزار شود. بر اساس گزارش خبرگزاری تاس، وزیران امور خارجه کشورهای روسیه، چین، ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان در این نشست حضور خواهند یافت. وزارت خارجه روسیه در یک خبرنامه گفته است که نشست کشورهای همسایه افغانستان درباره گام‌های شرکای منطقه‌ای برای تسهیل حل و فصل سیاسی افغانستان و ثبات وضعیت انسانی و اجتماعی اقتصادی در این کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت. زمین لرزه‌ای با قدرت 4.4 درجه ریشتر جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و بخش‌های شرقی افغانستان را لرزانده است. مرکز زمین لرزانگاری ایالات متحده آمریکا گفته است که این زلزله ساعت 1:37 دقیقه بعد از چاشت روز شنبه 19 حمل در عمق 51 کیلومتری زمین رخ داده است. این حادثه جلال آباد و بخشهای از ولایت‌های لغمان و کنر را لرزانده است. فروشندگان قالین ساخت افغانستان در شهر پشاور پاکستان میگویند که جنگ در اوکراین بر کار و بار آنها نیز تاثیر گذاشته است. این قالین فروشان میگویند که قالین‌های ساخت افغانستان را از طریق اینترنت در اروپا و آمریکا و دیگر کشورهای جهان میفروختند. ولی میافزایند که در حال حاضر کار و بارشان توقف یافته است. این قالین فروشان میگویند که علاوه بر سایر مشکلات، جنگ در اوکراین نیز کار آنان را متاثر ساخته است. روزنامه لومون گزارش کرده است که داعش ساحه باستانی دلبرجین در شمال افغانستان را در بین سالهای 2019 تا 2021 به صورت وسیع تخریب و غارت کرده است. این روزنامه فرانسوی نوشته است: روش کار غارتگران نشان می‌دهد که آنها مردم محلی نبوده و با کمک متخصصان حرفه‌ای توانستند به چنین تخریبکاری دست بزنند. بر بنیاد اطلاعاتی که روزنامه لومن نشر کرده، این تخریب‌ها تنها می‌تواند از طریق شبکه‌های سازمانیافته‌ای که تحت کنترل داعش فعالیت می‌کنند انجام شود. روش هایی که داعش برای غارت این ساحه باستانی به کار برده.
به تخریبات قبلی این گروه در سوریه و عراق شباهت زیاد دارد. ارتش چین روز گذشته یک مانور 3 روزه را در سواحل علیه تایوان آغاز کرده است و این مانور را هشدار جدی علیه آنچی تبانی جدایی طالبان تایوانی با نیروهای خارجی خوانده دانسته است. چین میگوید این مانور تمرینی برای محاصره تایوان است. وزارت دفاع تایوان اعلام کرده است که 42 هواپیمای نظامی چینی و 8 کشتی برای مدت کوتاه از خط میان تنگه تایوان عبور کردند. وزارت دفاع تایوان این اقدام چین را غیر منطقی خوانده و آن را تقبیح کرده است. اسناد محرمانه آمریکا در مورد ضد حمله اوکراین به روسیه در فصل بهار که شامل طرح‌ها و جزئیات درباره سلاح‌ها، نقاط قوت تیپ‌ها و سایر اطلاعات اساس بود فاش شده است. این اسناد طبقه بندی شده که در تویتر و تلگرام به نشر رسیده جزئیات برنامه های ایالات متحده و ناتو برای کمک به اوکراین به منظور آماده شدن برای حمله بهاری علیه روسیه را نشان می دهد. بر بنیاد گزارش نیویورک تایمز، پنتاگون اعلام کرده که در حال ارزیابی نقص امنیتی گزارش شده است، در حالی که کاخ سفید در تلاش است تا این اسناد را از روی اینترنت حذف کند. دانشمندان نوع از مرچه ها را با نوع عجیب رابطه جنسی و تولید مثل خود باعث نقص قانون زیستی جهان و از بین رفتن بسیاری از اکوسیستم ها می شوند کشف کردند. عموما در بین تمام موجودات از انسان گرفته تا ساده ترین جاندار چند سلول جنین پس از بارور شدن تخمک توسط اسپرم ایجاد می شود. اما مرچه های زرد دیوانه یا مرچه های نر این قاعده را نقض کردند، به طوری که مواد ژنتیکی از تخمک ملکه و اسپرم جفتش هنگام تشکیل یک مرچه نر جدید با هم ترکیب نمی شوند. در عوض مرچه های ماده و نر هر دو هسته های مملو از دی ان ای را تشکیل می دهند که به طور جداگانه بارها و بارها شروع به تکثیر سلول می کنند. این سلول ها به سلول های بیشتر تبدیل می شوند که سپس در جنین به هم متصل می شوند. با نشر این خبر به پایان سرویس خبری امروز تلویزیون جهانی زرین از لس آنجلس رسیدیم. من رازی اختری به اتفاق همکارانم استاد وجودان تشکر می کنم. تا برنامه های بعدی خدا نگهدار.